لعنت بر خمینی، مرگ بر ستمگر، تیشو باشه چرهبر، درود بر رجبی. سال 1402 سال پیروزی آزادی بر ارتجاع. خواهر مریم، ما کانونهای شورشی سال نو را به شما تبریک میگوییم و به خون شهیدانمان قسم میخوریم تا آخرین نفس برای پیروزی و سقوط دیکتاتور در کنار شما ایستاده ایم و دست از مبارزه بر نمی داریم. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. بهداد هستم از تهران، از کانون شورشی. ضمن عرض تبریک به مناسبت عید سعید باستانی، میخواستم اینجا از سخنان برادر مسعود، اولا که یادم رفت تبریک عید سعید رو بگم خدمت برادر مسعود رجبی، خواهر مریم و خواهر زهرا. وقتی صحبتهای برادر مسعود رو شنیدم خیلی حال کردم، خدایش خیلی حال کردم، تو دلم اصلا یه جورایی امیدای زنده شد. وقتی که ایشون اومد جواب خامنه ای رو اونجوری داد، جواب بچشا اونجوری داد که اومده این روز حالا داره از اون ثابتی، اون ساواکی سابق دفاع میکنه، تکلیف مشخصه. میدونید چیه؟ مردم ما خدا شایده به تنگ اومدن، مردم ما دیگه جا ندارن. گفت 80% که زیر خط فقر هستن، نصف مردم هم سرشون تو سطل زباله است. مگه تو چیزی برای مردم باقی گذاشتی که اسراف بکنن؟ دمشقی هم مثل همیشه کوبنده، مثل همیشه با صلابت، مثل همیشه پرقدرت. دمشقی هم پرچمش بالا بوده و بالا هست. از اینکه اینجوری سیلی زد به خامنه ای ضحاک کیف کردم از ته دل. یه خورده اون آتیش دلم خنک شد. انشالله امسال سال پایانی حکومت جمهوری اسلامی باشه. روزتون خوش. انشالله که پرچم برادر مسعود بالا بوده، بالا هست، ایشالله بالا هم بمونه. قربون شما برم، خیلی ممنونم. اینجا بنای تاریخی که کوه آتشگاه اصفهان است. از اینجا عید نوروز را بر تمامی رزمندگان مجاهد، خصوصا شورشگران سازمان تبریک میگویم. درود بر رجبی، سلام بر مریم. سال نو سال پیروزی ما بر رژیم آخوندی جمهوری اسلامی. این رژیم سفاک و بچه کش خواهد بود. خامنه‌ای ضحاک می‌کشیمه زیر خاک، مرگ بر ستمگر، چشاه باشه چرخ. نوروز 1400 به برادر مسعود، به خواهر مریم و همه مجاهدین اشرف سه، به ویژه کانون‌های شورشی جنگاور در سراسر ایران مبارک باد. من فرشید هستم از رشت. پیام نوروزی برادر مسعود، جان جانان چیر همیشه بیدار را به عنوان یک کانون شورشی از سرزمین میزا کوچکان جنگلی به گوش جان شنیدم و خیلی خوشحال شدم که پیام نوروزی برادر با صدای زیبا و دلنشین خودش شنیدم و به برادر مسعود تعهد میدم که ما کانونهای شورشی از هیچ تلاشی برای آوردن مهر تابان آزادی به ایران، این زیباترین وطن، دریغ نکنیم. به نظر من برادر مسعود در این پیام به خوبی جواب حرفهای ابلهانه خلیفه خونریز ارتجاع را دادند که بزرگترین مشکل را اصلاح عنوان کرد. آخر این آخوندهای جنایتکار دزد و قاتل چیزی برای مردم باقی گذاشتن که مردم اصلاح بکنن؟ نصف مردم سرشون در سطح های زباله است در حاکمیت این آخوندهای جنایتکار. و در جواب بچه شاه و سی کم موزه که نبشه قرب کردن سلطنت مدفون گفتن که هر چقدر بلندگویی های استعماری بخوان مجاهدین و شورای ملی موعد را تخته بکنن، این انقلاب به واسطه خون شهیدان در پرتو مهر تابان سرقت شده نیست. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، درود بر رجبی. درود بر همه مجاهدین. این شعر رو تقدیم میکنم به برادر مسعود.
اسوه سخاوت، شجاعت، ادب و مهربازی. ای مهر نموده درد دیده، کم مثل تو دیده مرد دیده. مردی چو تو مرگ او مبادا، مردی که فصول سعد دیده. مردانگی و سخا و ایثار، از روح تو جمع و فرد دیده. ای سبز دریغ که چشم مردم، شمشاد قد تو زرد دیده. درود هموطنان.